روز گذشته بر اثر حمله جنگنده های اسرائیلی به ساختمان کنسولی رژیم در دمشق، تعدادی از بالاترین سرکردگان سپاه به هلاکت رسیدند. اهمیت این موضوع چیه؟ واکنش ها در این رابطه چی بوده؟ رژیم چه گزینه هایی در پیش رو داره و هر گزینه چه پیامدهایی براش خواهد داشت؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای بهروز پردوی، تحلیلگر امور سیاسی. سلام می‌کنم بهتون، خیلی ممنون که برای برنامه آقای پردوی از شما می‌خوایم پاسخ رو بشنویم و بسیار کنجکاوی. خدمت شما و بینندگان عزیز، همیهنان گرامی، بینندگان محترم تلویزیون ایران آزادی، عرض ادب و احترام دارم و متشکرم از وقتی که در اختیار من گذاشتی در خدمت شما هستم. درود بر شما، خیلی ممنون. اگه بشه از ابعاد و جزئیات این واقعه کمی برامون بگین. همونطور که در اخبار داشتیم، حمله ای بوده که به یک ساختمانی در جوار سفارت حکومت آخوندی در دمشق شده. حکومت آخوندی، اینجا من داخل پرانتز خدمت شما بینندگان عرض بکنم که اصرار بسیار زیادی داره که این ساختمان رو به اسم کنسولگری در اخبار جا بندازه. حالا در ادامه بحث حتما در جواب در بحث انعکاس خبر در رسانه‌های جهانی به این قضیه بیشتر خواهم پرداخت، ولی تا اونجایی که به تصاویر و اخباری که تا کنون درس پیدا کرده مربوط میشه اینه که این یک ساختمانیه که در بین سفارت کانادا و سفارت حکومت آخوندی، سفارت رژیم قرار داره. طبق گزارشاتی که از داخل سوریه توسط خبرگزاری الحدث و توسط دیدبان حقوق بشر در سوریه بیرون اومده، این ساختمان بیشتر حکم یک پایگاه و یا یک مقر نظامی فرماندهان ارشد سپاه رو داشته در بین این دو سفارت. منتها در انعکاس ها حتما بهش خواهم پرداخت که حکومت آخوندی و در صدر آن خود پاسدار عبداللهیان، امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه رژیم، بسیار اصرار داره که اینو به عنوان کنسولگری و به عرف دیپلماتیک و مسائل از این قبیل بکشونه که در جای خودش بهش خواهیم پرداخت. من تا در جواب مشخص سوال شما، همونطور که در اخبار در شروع برنامه در اخبار خود شما داشتیم، روز یکشنبه حمله پهپادی از عراق توسط نیروهای نیابتی رژیم به پایگاه دریایی ایلات اسرائیل یک حمله صورت میگیره و بعد از اون اسرائیل این حمله رو به این ساختمان به اصطلاح پایگاه فرماندهان سپاه میکنه که در اصطلاح اسمشو گذاشتن کنسولگری، و حتی رژیم از اینم فراتر رفته، تعدادی از رسانه‌های رژیم اینو به عنوان محل سکونت شخصی خود سفیر حکومت آخوندی در دمشق اعلام کرده. در هر حال در این حمله که گویا جلسه ای در درون این ساختمان با حضور تعدادی از نیروهای حزب الله، فرماندهان ارشد سپاه در سوریه و لبنان و تعدادی نیروی یکی دو نفر هم نیروهای سوری در اونجا حضور داشتند، در این جلسه حضور داشتند، بعد از اون با اطلاعات دقیقی که اسرائیل داشته این حمله رو صورت داده و رژیم بعد از این حمله از 3 نفر شروع کرد، بعد از آن تسنیم گفت 5 نفر، بعد گفتن 7 نفر، بعد به 11 نفر ارتقا پیدا کرد و الان اخباری که در فضای مجازی و در فضای رسانه‌ای هستش 13 کشته داشته. تا اونجایی که من به منابع دسترسی داشتم، کشته‌ها سرتیپ پاسدار محمد هادی حاج رحیمی بوده، سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی بوده و حسین امان اللهی، مهدی جلالتی، محسن صداقت، علی آقا بابایی و علی صالح روزبهانی. این اسامیه که در اطلاعیه خود روابط عمومی سپاه پاسداران اومده. و مسئله اهمیتی که شما سوال کردی، ببینید، زاهدی به عنوان فرمانده منطقه‌ای سپاه قدس و مرد نقطه‌ای در جنگ ایران با اسرائیل بوده. او رئیس حزب الله، او در واقع یکی از رؤسای بالای حزب الله لبنان، نماینده ایران که تاکنون بیش از 3500 راکت را بدون هیچ دلیلی به شمار اسرائیل شلیک کرده. در
انعکاس خبر در روزنامه وال استریت ژورنال داریم که او حتی به رژیم اسد هم دستور میداد و در واقع دولت بشار الاسد دست نشانده این پاسدار سرلشکر بوده که دستورات اونو اجرا میکرده. در واقع میشه گفت که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی این بزرگترین ضربه‌ای بوده که بر پیکره سپاه پاسداران در منطقه زده شده و تمام رسانه‌های بزرگ دنیا و اونایی که وقایع ایران و منطقه رو تعقیب می‌کنن همگی متفق القول هستن که این پاسدار زاهدی که گمان می‌رفت که روزانه با رهبر حزب الله حسن نصرالله هم ارتباط داشته مستقیما از خود خامنه‌ای دستور می‌گرفته و شخص بسیار بسیار بانفوذی بوده. تمام سلاح مهمات و لوجستیکی حزب الله و هشت الشعبی و سایر نیروهای نیابتی رژیم رو از جمله حوثی‌ها رو در منطقه این پاسدار زاهدی تهیه می‌کرده. این تا اونجایی که به ابعاد قضیه برگرده. داخل پرانتزم اینم عرض بکنم که از نظر بنده این حمله‌ای که صورت گرفته در روابط ایران و اسرائیل به طور واقعی یک مدار بالاتر اومده. مسئله اختلافات و مسئله دعواهایی که بین این دو کشور بوده به مدار بالاتری رفته. حکومت آخوندی همیشه برای نشان دادن قدر قدرت بودن خودش رو نمیدونم اینکه حاکم قدر قدرت منطقه است و قدرت اول منطقه است همیشه اسرائیل رو نشون گرفته و تاکنون هیچ بهایی برای این قضیه پرداخت نکرده. میشه گفت برای به طور منسجم و به طور دقیق برای اولین بار این هزینه‌ایه که حکومت آخوندی در اتخاذ سیاست‌هاش در منطقه در واقع پرداخت کرده. به قول رهبر مقاومت ایران همگی دارن نشونی سر مار رو میفهمن که سر مار تهرانه و این میشه گفتش که در واقع ای از اولین پراکتیکیه که ما میبینیم در ارتباط با اینکه سر مار کجاست و تمام جنگ افروزی های منطقه زیر سر کی هستش. بله همینطور که شما گفتین تا حالا از مهره های رژیم و نیروهای نیابتیش زده بودن، حتی تو دل ایران هم عناصری رو دستگیر و ازشون بازجویی و بازجویی‌هاشون رو پخش کرده بودن، ولی این اولین باره که جایی که پرچم رژیم رو روش نصب کردن که فکر می‌کردن مسئولیت دیپلماتیک داره خب الان بهش پاسخ دادن و هدف قرار دادن. واکنش خود رژیم چطور بوده تا الان؟ پس با حضورتون همونطور که در اخبار داشتیم اولین واکنش اطلاعیه‌ای بود که ولی فقیه ارتجا روی سایت خودش گذاشته بود، یک پیام تسلیت گذاشته بود و در واقع اول و آخر تعریف‌ها و تعریف و تمجید زیادی از پاسدار محمد رضا زاهدی و جمعی از همرزمانش کرده بود و اونجا میگه که رژیم اسرائیل رو، حکومت اسرائیل رو به عنوان یک حکومت خبیث و جنایتکار اسم میبره و قول میده که این بی جواب نخواهد ماند و حتما جواب مناسب و سختی به این قضیه خواهیم داد. این اولینش بود. دومین واکنشی رو که داشتیم واکنش رئیس جمهور به اصطلاح رژیم آخوندی بود. جلاد 67 هم در این مورد در واقع یک اطلاعیه صادر کرده و به این مسئله که اینا نمیدونم تعریف و تمجید زیادی از این پاسداران آدمکش در سوریه کرده و اینکه قاطعانه جواب این حمله رو خواهیم داد، محل و زمان شما تعیین خواهیم کرد ولی در اینی که بی جواب نخواهد ماند ما حتما این کار رو میکنیم. داخل پرانتز اینم عرض بکنم که در رسانه ها بیشتر پیام جلاد 67 در خارج از کشور انعکاس پیدا کرده بود. چرا؟ چون تهدیدی رو که میکنه با توجه به میزان سوادی که داره از چارچوب عرف دیپلماتیک و اینا خارجه و بیشتر داره زبون درازی میکنه. بعد از اون اطلاعیه پیام رئیس مجلس آخوندی رو داشتیم که اونم میخواد از این آب گلالود پاسدار قالیباف برای خودش ماهی بگیره. میگه که اینا همرزمان من بودن، نمیدونم من زمانهای زیادی رو با این افراد سر کردم و از اینجور داستانا و اون هم همین مسئله رو تکرار میکنه که این بار دیگه ساکت نخواهیم نشست، جواب قاطع خواهیم داد،
زمان و مکان رو ما تعیین میکنیم ولی بی جواب نخواهد ماند. روابط عمومی کل سپاه پاسداران هم در اطلاعیه این اسامی رو که من خدمت شما عرض کردم، این اسامی رو دونه دونه با ذکر مشخصات میگه، البته فقط برای سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی و سرتیب پاسدار محمد هادی حاج رحیمی درجاتشون رو میگه، برای اون پنج پاسدار دیگه هیچ چیزی در مورد مقام و موقعیت تو ایناشون نمیگه و فقط اعتراف به هفت کشته میکنه. دروغی هم که فقط رسانه های حکومت آخوندی گفتن، در رسانه های دیگه من اصلا ندیدم، این بوده که گویا پلیس محافظ این ساختمان زخمی شده و تعدادی از کارکنان کنسولگری که همونجا، همونطور که در جواب سوال اول خدمتون عرض کردم، حکومت آخوندی اصرار زیادی داره که این ساختمان رو به عنوان ساختمان کنسولگری قالب بکنه، در صورتی که در همین الان در تصویر کل ساختمان سفارت حکومت آخوندی رو داریم که صحیح و سالمه، که از لحاظ دیپلماتیک شاید اهمیت بیشتری داشته باشه. بله. بعد امیر عبداللهیان رو داشتیم، پاسدار امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه رژیم، که گفته پیام مهمی به دولت آمریکا دادم و از دولت آمریکا رو خواستم که باید پاسخگو باشه. این که چگونه باید پاسخگو باشه، به چی باید پاسخ بده و اگه پاسخ نده چه اتفاقی میفته، طبق معمول هارت و پورتای این پاسدار وزیر امور خارجه رژیم رو نشون میده. این سفیر سوئیس رو به عنوان نماینده آمریکا در ایران به وزارت امور خارجه رژیم آخوندی فراخوان داده، در اونجا باش ملاقات کرده و این نامه رو دست این سفیر داده. بله. تفسیرهایی هم در درون رژیم داشتیم که بخشیش رو شما همین الان پخش کردید. منتها جالبه که یک کارشناس تلویزیون رژیم میگه اگر در تصمیم گیری ها تغییر ایجاد نکنیم، باید منتظر ترور مقامات ارشد در تهران باشیم. کارشناس رژیم همچنین تأکید میکنه که ما قبلا هم ضرباتی خوردیم، همونطور که شما فرمودین، جواب ندادیم و الان کار به اینجا کشید. بعدش هم مهدی خراتیان رو داشتیم که به عنوان کارشناس مسائل منطقه میگه این تحلیل پیشبینی پذیر بودن تهران و قابل کنترل بودن تهران در تل‌آویو و واشنگتن باید تغییر بکنه. منظورش اینه که دستگاه مماشات رو باید قانع بکنیم که ایران، حکومت ایران قابل تغییر نیست و قابل نصیحت پذیری نیست. من نمیگویم اگر ایشون ادامه میده، میگه من نمیگویم چه اتفاقی باید بیفتد، اما باید این محاسبه تغییر بکند. اگر این تغییر نکند، ما باید شاهد ترور مقامات رژیم امنیتیمان در خاک ایران و خود تهران باشیم. خب یکی از هموطنان اونجایی که به درون رژیم و به سوال شما ببخشید، هموطنی سوال کردن در رابطه با همین موضوعی که داشتین صحبت می‌کردین، گفتن که آیا انتقام سخت در چشم انداز است یا اینکه باید منتظر باشیم که انتقام سخت رو از مردم بگیره این حکومت. سوال بسیار جالبی. اتفاقا رسانه‌های بسیار مهمی در دنیا امروز به این قضیه پرداختن. ببینید، وال استریت ژورنال در یک مقاله مفصلی می‌نویسه که بعد از اینکه قاسم سلیمانی رو کشتن، گفتن انتقام سخت، هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد از اینکه پاسدار رضوی رو کشتن، بازم گفتن انتقام سخت، هیچ اتفاقی نیفتاد. سران حزب الله، سران هشت الشعبی، سران حوثی‌ها رو کشتن، باز گفتن انتقام میگیریم، نمیدونم محل و زمانش رو ما تعیین میکنیم، بازم هیچ اتفاقی نیفتاد. نویسنده مقاله وال استریت ژورنال ادامه میده که در پیشبینی‌هایی که ما میکنیم و اطلاعاتی که ما از وضعیت حکومت ایران در این مقطع داریم اینه که کار آنچنانی در توانش نیست که انجام بده. انجام دادن عملیات نظامی، نفوذ، پول، سازماندهی و انسجام میخواد که هیچ کدام از اینا اکنون در حکومت ایران به طور واقعی مشاهده نمیشه. پیشبینی میکنه نویسنده مقاله که در بهترین حالتش نیروهای نیابتی رو وادار به انجام عملیات‌هایی می‌کنه، هر چندم بسیار کوچک باشه، ولی در بوق و کرنای تبلیغاتی خواهد کرد، برای اینکه خوردن چنین ضربه‌ای برای حکومت آخوندی در این مقطع با توجه به تمام فعل و انفعالات
منطقه‌ای و تمام فعالیت‌های داخلی بعد از سیلی محکمی که مردم بر بناگوش ولی فقیه ارتجاع خوابوندند و نه محکمی به افتضاح انتخاباتیش دادن و تمام مراسم های نوروزی، هفته نوروز، چهارشنبه سوری، نمیدونم، تمامی اینها که به حکومت آخوندی نشون دادن مطلقا حاضر نیستن دیگه بهش گوش بدن و در مقابلش تمکیل بکنن، مجموعا این نتیجه رو میگیره که توان برخورد جدی و قاطعی نداره و نباید چنین انتظاری از حکومت آخوندی داشت. این نه. یک طرف قضیه است. یک طرف دیگر قضیه، این حکومت از بر اثر قیام‌های پی در پی که در ایران شده بود، قاعدتاً طبق تمام قواعد سیاسی در طول تمام تاریخ با ریزش نیروهای سرکوبگرش روبرو بوده و چنین عملیات‌ها و چنین تلفاتی که بهش در منطقه وارد میشه بیشتر و بیشتر روی روحیه نیروهای سرکوبگرش تأثیر خواهد گذاشت، ریزش بیشتری خواهد داشت، توان سرکوب قیام‌های آینده که در سرنوشتش هست نخواهد داشت، با توجه به حضور فعال و بسیار بسیار مبتکرانه کانون‌های قهرمان شورشی در داخل ایران. بنابراین نه در داخل پایگاهی داره و نه در منطقه جایگاهی داره. اینه که در این انبور شرایط بحرانی گیر کرده و پیشبینی نویسنده مقاله اینه که در بهترین حالتش از نیروهای نیابتیش استفاده خواهد کرد، منتها راه دوری رو نمیتونه واقعا به پیونده، چون هم پول میخواد هم سازماندهی و انسجام میخواد که نداره. بله. حالا شما تو به میزانی به سال بعدی منم پاسخ دادین، واکنش رسانه بین‌المللی اگه بشه مختصر برامون بگین که تالان چی بوده؟ بله، همونطور که عرض کردم یکی شو داشتیم واسه جنال بود. بله. که در مورد پاسدار زاهدی بسیار مفصل نوشته بود و اینکه در همین مقاله یه برخوردی هم به دولت بایدن کرده که در ماه ژانویه موقعی که 3 نفر از ارتش آمریکا کشته شدن، جوابی که دولت بایدن میخواست بده قبل از اون اطلاع داد تمام فرماندهان سپاه از اون نقطه فرار کردن، منطقه رو خلوت کردن، بعد اون نقطه رو زد، کاری که امروز ما دیدیم اسرائیل نکرد بعد از حمله پهپادی که روز یکشنبه به پایگاه دریایی ایلات شد. ما دیدیم که بعد از اون بدون اطلاع قبلی این ساختمان مجاور سفارت حکومت آخوندی رو زد و بازم فاکس نیوز رو داریم. به نظر من مقاله نویس فاکس نیوز در یک مورد تونسته خوب موقعیت رو خوب توضیح بده. یکی از نکاتی که این خبرنگار فاکس نیوز روش انگشت میذاره میگه اینه که بر کسی پوشیده نیست که جنگ غزه توسط حکومت آخوندی این آتش برافروخته شد و تاکنون با یک حساب سرانگشتی بیش از 110 هزار نفر در آتش این جنگ خانمانسوز واقعا یا 75-6 هزار نفر زخمی شدن و بیش از 35 هزار نفر کشته شدن. بنابراین تا این مقطع مقاله نویس میگه که حکومت آخوندی آتش افروزی کرده منتها هزینه پرداخت نکرده. شاید بشه گفت این اولین باره که در خود منطقه به طور سازمان یافته و دقیق هزینه روی دست حکومت گذاشته شده که نتیجه اعمال و اعمال سیاست هایی که تاکنون در منطقه پیش برده. بله. خب احتمال باید منتظر تحلیل های بیشتری باشیم، ولی از تصاویری که پیداست منطقه پر ازدحامی بوده و قطعا اطلاعات بسیار متقنی داشتن از اینکه کجا رو و کی بزنن و از اونجایی که جنگنده F-35 استفاده شده در این عملیات، یعنی با سرعت از رو مثل پهپاد نیستش که آرام از بالای جای هاور بکنه و بعد بزنن، با سرعت از یه جایی رد میشن و آنقدر مطمئن بودن از محل و ساعت این ملاقات که تونستن از چنین ابزاری استفاده کنن. پس به جز یعنی ضربه نظامی، یک ضربه جدی امنیتی و اطلاعاتی هم رژیم ظاهرا خورده. آیا به نظرتون میشه گفت که بله؟ بله. آیا به نظرتون میشه گفتش که الان با توجه به اینکه کنسول یا سفارت رژیم مورد هدف قرار گرفته بگیم که یک ضربه استراتژیک بوده و سر ما رو دارن هدف قرار میدن، آیا میشه نتیجه گیری سیاسی کرد؟
دقیقا من میخواستم به اینجا برسم. در روزنامه تایم داریم که یه مقاله هم اونجا داریم که دقیقا به فرمایشات شما اشارات دقیقی میکنه. تیتروار خدمت شما بینندگان عرض میکنم که میگه که این مسئله فقط تلفات جانی 7 نفر از فرماندهان سپاه پاسداران و تعداد دیگری که هنوز ناشناسه که کیا هستن و چرا اونجا بودن، میگه فقط این نیست، این بخش تلفات انسانیشه. منتها این که جلسه ای در این حد گرفته بشه که یک نفر مثل سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی و سرتیپ پاسدار محمد هادی حاج رحیمی در اون شرکت بکنه، به احتمال خیلی قوی نمایندگان بالای حزب الله، نمایندگان بالای هشت الشعبی و حوثی ها هم در اون شرکت داشتن، همچنان که از کشته شدن یک نفر سوری هم در این حمله اسم برده میشه. مقاله نویس روزنامه تایم این رو برجسته میکنه که این یک شکاف اطلاعاتی بسیار بزرگیه که یک جلسه نظامی امنیتی در چنین سطحی گرفته میشه و درست موقعی بهش حمله میشه که همگی دور یک میز نشستن و حتی یک نفر جان سالم به در نمیبره. این نشون میده که دستگاه سیاسی و امنیتی و حکومت شکاف‌های بسیار زیادی داره، نیروهای نفوذی سازمان‌های امنیتی منطقه در اونها وجود دارن، حضور دارن، اطلاعات دقیق میدن. البته این بحث در مورد قاسم سلیمانی هم بود، در مورد پاسدار رضوی هم بود. منتها موقعیت کنونی، بستری که این اتفاق در این تاریخ، در امروز، در دیروز داره میفته، اهمیتش از این لحاظه که حکومت از طرفی ادعای قدر قدرتی میکنه و مثل تنفس، مثل اکسیژن به این ادعا کردنها نیاز داره، ولی در عمل فرماندهانش و نیروهای مزدور خودش میتونن در مقابل این سوال قرار بگیرن: تو که نمیتونی از ما دفاع بکنی، تو که نمیتونی کوچکتری مسائل امنیتی ما رو تامین بکنی، چطور انتظار داری ما برای تو آدم بکشیم؟ چطور انتظار داری ما حکومت تو رو نگه داریم؟ بنابراین این مسئله است که به نظر من بزرگترین ضربه رو به حکومت آخوندی زده. و همونطور که عرض کردم، مقاله نویس روزنامه وال استریت ژورنال اونجا به این نکته اشاره میکنه که کسی که نتونه امنیت نیروهای خودشو حفظ بکنه، نمیتونه ادعای قدر قدرتی در منطقه بکنه. بنابراین این شکاف امنیتی، ضربه سیاسی، جواب دادن به هارت و پورت های تمام پاسالونپن های حکومت و تمام آخوندهای ریز و درشت حکومتی و در صدر اونها خود خامنه ای، همگی اینها ضربات واقعا جبران ناپذیریه و هزینه بسیار سنگینی روی دست خود خامنه ای گذاشته. و همونطور که در اول صحبت ها عرض کردم، مدتی پیش موقعی که جنگ شروع شد در 7 اکتبر 2023، رهبر مقاومت ایران گفت آقا سر مار در تهرانه و این قضیه واقعا به یک سیاست جهانی، به یک زبانزد جهانی تبدیل شد. در خیلی از رسانه ها و مطبوعات معتبر جهانی این قضیه سر مار به قول خودمون گفتنی پا در آورد و ورد زبان ها شد و الان میبینیم که سر مار به طور واقعی داره نشونه میره و این از اهمیت سیاسی و امنیتی بسیار بالایی برخورداره، در حالی که مردم ایران تمام قد در مقابل حکومت آخوندی ایستادن و کانونهای شورشی قهرمان سنگر اول رو دارن و مقاومت سازمان یافته مردم ایران با یک اعتبار وسیع بین المللی وایساده و نظارگر مسائل. بله، بسیار ممنون. خب به نظرتون رژیم پس چه گزینه‌هایی داره و چه پیامدهایی در انتظارشه؟ همونطور که عرض کردم، گزینه‌هایی که رژیم داره، ببینید استفاده از گزینه زمانی مقدوره که واقعا برای یک حکومتی که پایگاه مردمی داشته باشه، برای یک حکومتی که با بحران‌های لاینحل درونی روبرو نباشه، که این حکومت اصلا یک فلکسیون از بحران‌های درونی داره. همونطور که در صحبت‌ها و اظهارات مهره‌های ریز و درشت رژیم در 24 ساعت گذشته در مورد همین حمله به این ساختمان حکومتی در دمشق شنیدیم، چقدر نظرات با همدیگه فرق داره و یعنی انسجام نداره. عکس العمل نشون دادن و حتی سرکوب کردن
برای هر حکومتی در طول تاریخ اولین مسئلهش لوجستیگیه، تدارکاتشه، سازماندهی و سازمانیابیه، دارا برخوردار بودن از نیرویی که حاضر باشه برات کار بکنه، با دل و جان حاضر باشه ازت دفاع بکنه، نه نیروهای مزدوری که به ضرب پول نگرشون داشتی. و از جمله و از همه مهمتر، پایگاه مردمی و توده‌ای میخواد. هیچ کدوم از این مؤلفه ها رو حکومت آخوندی نداره. بنابراین واقعا برای من خیلی سخته که الان انتخاب بکنم بگم چه گزینه ای داره. گزینه ای که برای پاسدار قاسم سلیمانی داشت زدن هواپیمای اوکراینی بود. امیدوارم این بار از این گزینه استفاده نکنه که تعداد دیگری از هموطنان عزیز ما جانشون رو به دلیل این گزینه های که از درد و مرگ های حکومتیه از این گزینه ها استفاده نشه. واقعا گزینه های وسیعی در اختیار نداره. اول و آخرش تعدادی مزدور در منطقه داره که ثروت مردم ایران رو توی حلقوم اینا میکنه. ببینیم واقعا این گوی و این میدان ببینیم چیکار خواهند کرد. بله، چون اگه بخواد پاسخ بده قطعا مجبور به پای جنگ با اسرائیل و آمریکا بره که تا الان خیلی ازش تلاش کرده پرهیز کنه. بسیار ممنون آقای بهز. البته بله، در پیام، ببخشید این داخل پرانتز، در پیام خامنه‌ای هم اتفاقا این گنجانده شده که ما به نوعی بسیار با زبان و ادبیات آخوندی رسونده که این نیست که بلا فاصله و سریعا جواب بدیم. دقیقا در تایید صحبت شما. بله، بسیار ممنون آقای پرتوی از اینکه در این برنامه شرکت کردین و اینقدر به ما توضیحات بسیار مفید و خوبی دادین. خیلی ممنون. ممنونم از دعوتی که از من کردید. شبتون بخیر.